د قسمت شما د ګانو میله اطفال یاد کردین، از این جمله یک نقیصه ولادی است که ای اکثرا والدینی را متوجه نمیشه. وقتی که طفل را براگشتن شروع میکنه، باز والدین متوجه میشه که بالا پای طفلش لنگش داره، که ای یک نقیصه ولادی به نام DDH یا Developmental Dysplasia of Hip، یا که از اثر نقیصه نشونمایی در مفصل عرق فقی به وجود میاد طفلا، یا مفصل همین قسمت سورین که میگن، اکثرا میگن مفصل سورین یا دیگک شده میگن، اصطلاح عامیانه میگن مفصل دیگک. این همین مفصل دیگک یک مفصل است که بزرگترین مفصل بدن است و مقاومترین مفصل بدن، با استنادترین مفصل بدن است، که ایرا اگر والدین متوجه شود که در طفل شمت یک مشکل داره، ایرا باید زودترین فرصت به بخشای ارتوپیدی اطفال یا بخشای ارتوپیدی یا یک دکتر متخصص ارتوپیدی رو مراجعه کنن که ببینن که امی طفل امی نقیصی که است در سن خوردی زودتر تداوی میشه نسبت به هرچقدر سن بالا میره مشکلات تداوی زیادتر میشه. که اینمی اصطلاح DDH یا Development and Dysplasia of Hip، ایره در طفلا وقتی که مادر متوجه میشه اکثرا بعضی فامیلا قبول نمیکنه، میگه برو کلان شد خیر باز خوب میشه. که از او جمله ما به شما در عکس نشان بدم، اگر والدین یا قارب طفل در یک طفل نوتولد متوجه میشه که طفل رانای طفل خطاش متناظر نیست یا مساوی نیست، مثال اینی رانای طفل است، این سکنه در طرف راستش چهار خط است، در طرف چپش یک خط است. وقتی که نمود متوجه میشن که نمی خطای ران طفل متناظر نیست یا مساوی نیست، اینمی دمی نقیصه دلالت میکنه. یکی از علایمش است که مثال اینمی یک مشکلات در دیگک طفل موجود است، ایره باید به نزد دکتر ارتوپیدی مراجعه کنه که تداوی شوه. ولی طفل یک روزه باشه، یک ماه باشه، یک ساله باشه، اگر طفل از یک سالگی والدین متوجه نمیشه که نمی رانش، یا بعضی کسا میگه برو خیر کلان شد جور میشه، در حال که نمی تداویش خوبتر در سن کمتر از یک سال میشه، باید کمتر از یک سال از یک سالگی والدین مراجعه کنه و تداویش بدون عملیات، بدون از اینکه سرگردانی های شفاخانه مطرح باشه، این طفل درست میشه و بسیار به یک حالت یک وضعیت های خاص یا یک قالبک هایی که معمول است سنترهای ارتوپیدی ما درست میشه، به نام مثال اون روزن اسپلنت یا فورجیکا اسپلنت، اسپلنت هاییست که دمی استعمال میشه و طفل قبل از شش ماهگی تداوی میشه. اینا مادرشون متوجه شدن که پایه ازی به این قسم کج هستن، ما را گفت گفتی کج است پایه ازی، ما گفتم نه سیستن، در خانه هم میگفتن سیستن. باز آوردیم پیش دکتر صاحب، بازی را که معاینه کرد گفت برو عکس شوی، عکس شو گرفتیم، باز عکس شو گرفته آوردیم پیش دکتر صاحب، بازی ما را گفتن، گفت روز شنبه بیا، روز شنبه که آمدیم بازی را ما را روان کردن دو مسی چی کابل مارتلی بوی زد دکتر تا معاینه ندید، دام پزور اپی دکتر تا رو بسته چرا میسته تاسو ویلی وی داده شدی عکس مخصده برده عکس نم دوره متوجه شوی دا بیرون خواهد دستید او دستید چیه دستید شما طفل دیدن که در مرجع رفته بود هم قالب درست کرده بودن و طفل تکلیف هم نداشت نسبت به اینکه طفل پلاستر شوه یا عملیات شوه. و همچنان طفل میبینید که در این قسمت اینت یک عدم تناظر داره، ران طفل خطاش زیاد است، در این طرف این دیده شده که در عکس هم وقتی که اکسری گرفته شده در اینجا رأس فقس از جوف اسیتابولوم خارج است، یعنی در اینجا بیرون است، دسلوکیس که اینمی یک نقیصه ولادی است، باید زودتر طفل در وقتی که والدین میبینن که همت یک مشکلات در طفل موجود است باید مراجعه کنن. که قبل از یک سالگی شش ماهگیش میتودای تداویش همت راست که انت به طفل یک قالب یا وضعیت دور نگاه داشته میشه، به این شکل طفل بسته میشه تو قالبک هاست، طفل آرام است، برش زامت نیست، که اینمی استیلا را به نام امی شکل قالبه به نام اون روزن اسپلنت میگن،
یا شکل دیگه که پیشتر دیدین به او طفلک به نام فورجیکا اسپلنت است که این شکل غالبا نسبت به این رقم پلسترها به طفل تکلیفش کمتر است. اگر والدین هرچقدر که سن طفل بالا میره، مثال به یک سالگی متوجه میشه یا یک و نیم سالگی، باز به این شکل پلستر میشه طفل وقتی که دیگه به جای میشه به این شکل تثبیت میشه که این شکل تثبیت به طفل یک ذره مشکلات زیادتر است، نگاهداریش هم یا مثال همی وضعیتی که به طفل قرار داره نسبت به این حالت به طفل مشکل تر است. از او خاطر هر والدین محترم هر چقدر که به طفل ابتداش متوجه میشن که امی رقم نقیصه را، یا مثال پای طفل وقتی که دور میکنن، این عکس دیگر نشان میتونم براتون، وقتی که والدین پای طفل دور میکنن این شکل دور میکنه یک صدا میشنوه، در ران طفل یک صدا شنیده میشه در اون طرف که نقیصه داره یک صدا میشنوه، این امی صدا اتو فکر کنن که یک مشکل در این اینجا هست باید به دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن. یا مثال اگر ران طفل دور میکنن، ران طفل وقتی که دور میکنن همی دو زانو را از هم دور میکنن یک صدا میشنوه، یا همی ران طفل از یک دیگر دور شدنش یک ذره مشکلات داره، طفل نارام میشه که این امیره ما به اصطلاح به نام limitation of abduction میگیم یا محدودیت تباوت هر دو رانا. وقتی که رانا را تباوت میتن یا دور میکنه از طفل، طفل نارام میشه یا یک صدا شنیده میشه که اینمی دلالت به می نقیصی development دسپلیزیا میکنه که باید به دکتر ارتوپیدی مراجعه شد. اینمی از جمله انومیلیای اولادی که مادر و پدر متوجه نمیشه اکثرا متوجه نمیشن، و طفل وقتی که راگشتن شروع میکنه در اون وقت باز مادر وقتی که طفل را میگرده لنگش داره، باز مادر متوجه میشه که این یک مشکل اولادی مترس به شفخانه مراجعه میکنه. مشکل در کجا هست؟ مشکل اینه اینجا قسمت سایی که دیگه که اینه یکیش طرف راستش به حالت نرمال است، در جای خود است، در اینجا اینه از جوف استابولوم خارج است، این راست فاس از جوف استابولوم به طرف وشی و ولوی قرار داره و اصطلاحی که به حساب شنتون لاین میگه در این طرف برکس یا اصطلاح تیبیش. از این خاطر وقتی که طفل را گشتن شروع کرده یا متوجه شدن که اینت یک نقیصه اولادی داره، باز بعد از عکس گرفتن یا فهمیدن به شفاخانه مراجعه کرد. اول نمی لنگید، باز از یک راه افتاد از اون پس می لنگید. اکثرا از نظر جنس دیده شده که به دخترها زیاد است نسبت به بچه ها، و از این خاطر اکثرا بعضی فامیلا میگه برو کلان شو، دو ساله سه ساله شو این خودش خوب میشه، که این باز برعکس گپ و مشکلات تداوی زیادتر میشه و حتی گپشان به عملیات و استخوان ها باید، مثال استخوان همون طرف باید شکستانده شود، دیگک باید سایش تراش شود، پاک شود مدوسا، و این یک میاد تداوی را زیاد میسازه، مشکلات به فامیلا زیادتر میشه از نظر تداوی. بهترین رایش است که قبل از سن 6 ماهگی به شفاخانه و مرجع مربوطیش مراجعه کنند که دکترای بخش متخصص ارتوپیدی باشه یا بخش ارتوپیدی باشه که معلومات داشته باشند در قسمت، و به والدین زودتر کمک میشه، به تداوی طفل کمک میشه. و دیگه این گفتن که به کوچی ها کمتر دیده میشه از اون خاطر که طفل این شکل میگیرن. اکثرا ما راستیم در طبقه مردم کوچی خود این کم میبینیم، از خاطر طفل به این شکل دور میگیرن و در این طفل خود به خود تداوی میشه، در این طفل اکثرا اگر باشم این خودش به این شکل به این وضعیت که مادر طفل میگیره خودش تداوی میشه. از اون خاطر بعضی والدین متاثر نشن که چرا ما پای طفل قدر دور بسته کنیم، وقتی بعضی کسایی که ما هدایت میتیم میگه پایش دور بسته کنیم، میگه نه اما تو همتر میمونه، اما تو پایش دور میمونه، در حالی که نه هم وقتی که تداوی شود دوباره پس مفصل طفل نرمش داره، زودتر به حالت وضعیت طبیعی میه. اگر به اون شکل بونه خدای کوچوم که امی رقم گرفته اون میمونه، و اکثرا در مردم کوچی کمتر دیده میشه به خاطر که همین شکل طفلای خود دور میگیرن، اگر در طفلشون دیده شوه این نقیصه خودش تداوی است، و همین به این شکل که وضعیت که در طفل خود به این شکل میگیرن خودش تداوی میشه.